مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه به همراه 7 نفر از اعضای شورای اروپا و برخی کمیسیونرهای این اتحادیه راهی ایران می شود. این دومین سفر فدریکا موگرینی به تهران از زمان دستیابی به توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 است. برای پرداختن به جزئیات بیشتر همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ماست. نیلوفر، چه کسانی در این سفر خانم موگرینی را همراهی میکنند و مهمترین دستور کار این دیدارها چه خواهد بود؟ برای یک هیئت بلند پایه خانم موگرینی را همراهی میکنه. این دومی سفر خانم موگرینی بعد از توافق و اولین سفر بعد از اجرای برجام و برداشته شدن تحریم هاست، بنابراین سفر مهمیه. کسانی که خانم موگرینی رو در این سفر همراهی میکنن، این هیئت بلندپایه، مسئولان شورای اروپا در بخش‌های مختلف هستند، از جمله در بخش‌های صنعت و تجارت داخلی، حمل و نقل، انرژی، علوم و تحقیقات و نوآوری، فرهنگ و آموزش و ورزش و همینطور کمک‌های بشردوستانه و مدیریت و بحران و محیط زیست و حتی امور دریایی و شیلات. این مسئولان قراره با نمایندگان و همتایاشون در وزارتخونه‌های ایران دیدار بکنن. همینطور یک جلسه هماهنگی خواهند داشت با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران. خانم موگرینی هم قرار هست به غیر از این دیدارها با علی شمخانی و علی لاریجانی هم دیدار بکنه. قبل از این سفر وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا توی جلساتی در مورد ایران و روابط با ایران بخش کشورها و اتحادیه اروپا میتونن در اونها با دکتر کلیتشون رو احیا بکنن و در مورد حوزه های بالقوه همکاری. خبرگزاری صدا و سیما گفته که قرار هست 4 سند همکاری بین ایران و اتحادیه اروپا امضا بشه که 3 سندش مربوط به بخش های انرژی، صنعت و فناوری و هسته‌ای و همینطور قائم مقام وزیر علوم و تحقیقات ایران هم گفته که توی این سفر دورنمای 10 ساله روابط علمی و فناوری با اتحادیه اروپا شفاف سازی میشه. گفته شده که در این سفر موضوعات منطقه‌ای و حقوق بشر هم در برنامه است. حالا نیلوفر، این سفر همزمان شده با اعلام تمدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه 82 نهاد و مقام ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر. آیا بحث حقوق بشر هم از موضوعات این گفتگو هست یا نه؟ بحث مهمی که این سفر دنبال می‌کنه در واقع روابط و همکاری‌های بین‌المللی، همکاری‌ها بین ایران و اتحادیه اروپا است. خانم موگرینی گفته توی زمینه‌هایی که منافع مشترک بین طرف‌ها وجود داره، ولی اشاره هم کرده به اینکه این گفتگوها برای گفتگوهای صریح در مورد مواردی که اختلاف‌ها همچنان وجود داره. از قبل هم می‌دونیم که اتحادیه اروپا بارها در مورد نقض حقوق بشر با ایران صحبت کرده. همونطور که اشاره کردی، این تحریم‌ها هم برای 1 سال دیگه تمدید شده و اجازه ورود این افراد به اروپا داده نمیشه. ولی با این حال، با وجود اینکه توی بیانیه که اتحادیه اروپا صادر کرده امروز اشاره شده که موضوع حقوق بشر یکی از موضوعات مورد گفتگوه، اما هیچ دیداری برای خانم موگرینی با نمایندگان نهادها، جوامع، در واقع فعالان حقوق بشر و یا فعالان جامعه مدنی ایران ترتیب داده نشده و حتی وال استریت جورنال هم خبر داده به نقل از یک مقام اروپایی که این درخواست از طرف ایران از طرف اتحادیه اروپا صورت نگرفته بوده برای این دیدارها. با وجود این، فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر توی یک نامه‌ای به خانم موگرینی خواسته بود که توی جریان این سفر دیدار بکنه با فعالان زندانیان سیاسی و یا رهبران جنبش سبز، ولی به نظر نمی‌رسه که این اتفاق بیفته.